در عین زمان فرست 27 نامزد کمیشنری کمیسیون مستقل انتخابات که از سوی کمیته گزینش نهایی و به رئیس جمهور حامد کرزی ارسال گردیده است، امروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی توسط فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه و عضو کمیته گزینش به رسانه ها معرفی شد. مسلمیار اضافه کرد که این تعداد از میان 47 تن انتخاب شدند که با اسناد به آنان مراجعه کردند و بیان داشت که باید به شکل قانونی فردی از جامعه مدنی نیز در این فهرست شامل گردد، ولی هیچ فرد با آنان مراجعه نکرده است. هر کس که جهتمب جمهور رئیس قابل اعتمادش بود و به کمیشنر معرفی کرد، البته یک شرط است که تعدل قومی و جنسی باید مد نظر بگیرن که حکم قانون است. خب در این زمان در حالی که کمتر از 9 ماه به انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بیشتر باقی نمانده است، قانون انتخابات اخیراً تصویب و توشیح شد و احزاب مخالف سیاسی برای معرفی نامزدان خود و آغاز مبارزات انتخاباتی آمادگی می‌گیرند. محترم عباس نویان عضو حزب حق و عدالت را در استودیو با خود داریم تا واکنش خود را در قبال آمادگی‌ها در افغانستان برای انجام این انتخابات با شما در میان بگذارند. آقای نویان سلام به شما، ممنون و تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. ابتدا از قانون انتخابات آغاز می‌کنیم. من حیث عضو این حزب، واکنش شما در برابر این قانون چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون آشنا. قانون انتخابات با تمام نقایص و کمبودی‌های فراوانی که داره، بالاخره ما رو یک قدم در یک انتخاباتی که در چوکات یک قانون برگزار میشه نزدیک‌تر می‌سازه. در گذشته ها ما صرف فرامین تقنینی داشتیم که بر او اساس انتخابات برگزار می شد و خاطر بود که اعتماد مردم روی کمبودی ها و کاسی های فراوانی که در توسط از این فرامین تقنینی به وجود می آمد اعتماد مردم خدشدار می ساخت. و ما امیدوار هستیم که با قانون انتخابات که جدیدن وجود داره در این جمله کمبودی های فراوانی و از او جمله زدودن نقش احزاب سیاسی در این قانون که باعث تأسف عمیق ما هست، با او هم ما را یک قدم به انتخابات نزدیک به یک انتخابات قانونمند نزدیک می سازه که ما را یک نقطه مثبت می شماره. بله، صحبت و یا انتظار بعدی وقتی صحبت از انتخابات میشه معرفی کاندید هاست. آیا حزب حق و عدالت تصمیم داره که یکی از اعضای شما را من حیث کاندید نامزد این انتخابات بسازه؟ حزب حق و عدالت در چوکات شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی فعلا فعالیت دارند که شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی با تدوین یک برنامه مدون و با یک برنامه همه جانبه در قسمت انتخابات و بالاخره تصمیم گرفتن که در قسمت انتخاب یک کاندید واحد هم با همدیگه همکاری داشته باشند. حزب حق و عدالت تعهد کامل داره که تا برای تقویت و استحکام هرچ بیشتر شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی تا آخرین مرحله کوشش بکنه که این شورا و چوکات از این شورا و تقویت پیدا بکنه، استحکام پیدا بکنه و در چوکات شورا اگر خدا بخواهد ما موفق شویم تا بتانیم کاندید واحد را در این از طرف از شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی معرفی بکنیم. تا حال سه نفر کاندید به صورت بگویم شارت لیست شدن. بله. که یک از جمله آقای حنیف اطمر عضو ارشد حزب حق و عدالت است و دیگه آقای احدی هستند و آقای دکتر سب عبدالله عبدالله هستند که هنوز مراحل کاملا ابتدایی هست و سر از این مسئله گفتگو و رایزنی ها جریان داره. بله. که امیدوار هستیم که شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی موفق به معرفی یک کاندید واحد شد. وقت بسیار کم است. انتخابات عمدترین ارزیابی شده، خواسته مردم هم تقریبا در قبال کاندید و یا رئیس جمهور آینده واضح هست. شما فکر میکنین چه موضوعاتی در صدر مبارزات انتخاباتی قرار گرفت و مردم خواهان چی از این کاندید ها هستند؟ مردم در درجه اول با مشکلات فراوانی که دست به گریبان هستند، یکی از جمله
عدم قانون پذیری از طرف زورمندان هست و حاکمیت قانون وجود نداره و همچنان فساد اداری به اوج خود رسیده و اقتصاد و ایران ورشکسته که افغانستان داره که ممکن است این زیادتر آشکار شود بعد از بیرون شدن قسمت یا بخش اعظم از قوای ائتلاف و قوای خارجی از افغانستان. مردم با این مشکلات دست به گریبان هستند و خواهان از این هستند که هر کاندیدی که با یک برنامه منظم که این دردها را دوا بکنه به خدمت مردم باشند و بتانند که مردم از این چالش ها دور بسازند و برای مردم یک موفقیت، برای مردم یک روز روزگار بهتر را نوید بدن. تشکر آقای نویم، با هم نظرات شما را در بخش پشتو تقدیم بیننده ها میکنیم. ممنون از حضورتان.